چگونه می شود میان حفظ محیط زیست و توسعه کشاورزی به تعادل پایدار رسید و غذای ارزان‌تر، سالم‌تر و تازه‌تر تولید کرد؟ گزارش بهمن سقایی. کشاورزی سنتی در جهان بزرگترین مصرف کننده منابع آب شیرین است و زمین‌های بسیار زیادی را زیر کشت برده، زمین‌هایی که روزگاری جنگل، مرتع یا تالاب بودند. عمده راهکار این شیوه تولید برای تامین نیاز فزاینده بازار افزایش سطح زیرکشت است که نتیجه آن نابودی بیشتر محیط زیست بوده است. بیش از 17 میلیون کیلومتر مربع زمین کشاورزی در جهان مصرف کننده بیش از 70% آب است. اما انقلاب دیجیتالی و افزایش آگاهی و نگرانی نسل جوان باعث شده تا الگوهای کشاورزی مدرن و متفاوت با هدف افزایش بازدهی، کاهش مصرف انرژی و آب، بهبود کیفیت و سالم‌تر شدن فرآورده‌ها ابداع شوند. این الگوها چگونه می‌توانند پاسخی به چالش‌ها باشند؟ وقتی که انسان‌ها در تنگنا قرار می‌گیرن، معمولاً اون ابداعات و اختراعات و ابتکارات به کمک میاد و یکی از اون ابتکارات در زمینه کشاورزی که در واقع میتونه فصل مشترک ابتکارات مهندسی در حوزه‌های مختلف تلقی بشه، از جمله مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی کشاورزی یا رشته‌هایی که عواقب محیط زیستی رو بررسی می‌کنن یا حتی رشته‌های علوم اجتماعی و اقتصادی، اینا همه دست به دست هم میتونن بدن و این تکنولوژی‌های در واقع کشت به صورت آکوپانیک، ایروپانیک یا هایدروپانیک، اینها رو در محیط‌های شهری به صورتی ارائه بکنن که تولید غذا بتونه صورت بگیره با منابع بسیار کمتر و به صورت با راندمان بسیار بالاتر. ما شاهد یک انقلاب بزرگ در کشاورزی و تامین مواد غذایی بر اساس توسعه پایدار زیست محیطی هستیم که در محیط‌های کنترل شده، یعنی در گلخانه‌ها، عمدتاً از سه الگوی هواکشت، آبکشت و آبزیانکشت پیروی می‌کنند. این شیوه تولید به خودکفایی غذایی محلی و تازگی فرآورده‌ها کمک می‌کند و با حذف یا کاهش حمل و نقل مواد غذایی از انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلاینده‌ها در جو زمین جلوگیری و به حفظ محیط زیست کمک می‌کند. در این روش خطرات ناشی از آفت‌ها و بیماری‌های گیاهی به کمترین می‌رسد و نیاز به آفت‌کش ها و علف‌کش های شیمیایی نیز کاهش می‌یابد. این شیوه با صرفه‌جویی 95% آب و امکان بهره برداری در تمام فصول سال و در هر شرایط آب و هوایی در حال عمومی شدن است. شرکت‌های نوپای آمریکایی مثل آنو که در زمینه تولید و فروش تجهیزات کشاورزی هواکشت در اندازه‌های کوچک قابل استفاده در آشپزخانه آپارتمان‌ها و خانه‌ها فعال هستند، می‌گویند با دستگاه‌های ابداعیشان که به اندازه یک یخچال خانگی است، امکاناتی برای مردم عادی فراهم می‌آورد تا فرآورده‌های تازه و محلی را در خانه خود پرورش داده به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست کمک کنند. یکی از این شرکت‌های نوپا اریا تو فارمز در حومی واشنگتن دی سی است. رسالت ما در این شرکت فراهم آوردن غذا و امکان زراعت برای مردمه. ما عبارت از مزرعه تا سفره رو میشنویم، اما عموماً نمیدونیم مزرعه ها کجا هستن یا غذای ما از کجا میاد یا حتی نمیدونیم چه کسی غذای ما رو فراهم میکنه. ما سبد غذایی هفتگی شامل کاهو، انواع سبزیجات ریز و درشت و سالادی رو به مشتریان پیرامون خودمون میرسونیم. ما تأمین کننده سبزیجات مصرفی 400 خانوار در همسایگی خودمون هستیم و زمانی که مشتریامون بیشتر شدن، اینجا رو گسترش نمیدیم، بلکه یک مزرعه دیگه در مکانی متفاوت بنا میکنیم تا بتونیم در شعاع 16 کیلومتری این سبزیجات رو به مشتریانمون برسونیم.
در این الگوی کشت مواد مغذی و مورد نیاز گیاه مستقیماً به ریشه میرسد. برداشت محصول آسان‌تر و سریع‌تر انجام می‌شود و خطر ابتلای گیاه به بیماری از طریق خاک و هوا به صفر می‌رسد. و این سیستم‌ها می‌توانند از سطح تولید خانگی تا حجم بسیار کلان تجاری را در بر گیرند و در مجموع فرآورده‌های سالم‌تر و ارزان‌تر و محیط زیستی‌تر در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. اما چرا شیوه سنتی کشاورزی دیگر کارایی لازم را ندارد؟ There's a large gap in our food system today. شکاف بزرگی در سازوکار غذایی امروز ما دیده میشه. مزارع با فاصله بسیار دوری از محل زندگی مردم هستند و گاهی حتی 2000 کیلومتر دورتر از خاربار فروشی هستند که شما از اونجا خرید میکنین. قبل از اینکه شما اون فراورده رو بخرین، اونا در قفسه های فروشگاه چیده شده. بعد در یخچال خونتون انبار میشه تا اونا رو مصرف کنین و این چرخه چند تا ایراد داره. از جمله مشکل حفظ کیفیت مواد مغذی اون محصوله. چون به محض چیده شدن، کیفیت شروع به افت میکنه. بعد هم برای حفظ ظاهر و جلوگیری از پوسیدگی محصول روی غذای شما موم و مواد شیمیایی میزنن. بنابراین کسب و کاری که ما راه اندازی کردیم مدلی از یک مزرعه محل است که میتونه در هر جای دیگه باشه. امتیاز بزرگش هم اینه که مشتری میدونه غذاش از کجا اومده و به دست چه کسی تولید شده. تغییر از تولید تک محصولی به تنوع محصولات یکی دیگر از امتیازات این شیوه مدرن کشاورزی است. تلاش شرکت‌های نوپای کشاورزی در ایران نشانگر رویکرد جوانان به الگوهای مدرن کشاورزی است. اما با ترویج چنین الگوهایی چه تحولاتی ممکن است در ساختار سیاسی اجتماعی ایران رخ دهد؟ تغییراتی که برای مدیریت کشاورزی اتفاق میفته اینا میتونه خیلی یک سری نظم‌های موجود رو به هم بزنه. یعنی ممکنه نیاز به مشاغل جایگزین داشته باشیم، ممکنه یک تغییر نسل، یعنی تغییر سطح آگاهی، تغییر سطح توانایی استفاده از تکنولوژی، همینا رو داشته باشیم و اینا ممکنه یه مقداری به هم بریزه سیستم‌های کشاورزی سنتی رو و ما ممکنه که تصمیم گیرندگان مطمئن نباشن که عواقب سیاسی اجتماعی این چه خواهد بود. به باور کارشناسان، نسل دانش آموخته کنونی ایرانی توانایی شکوفایی و رشد در این حوزه را دارد. اما این جوانان به تجربه دریافتند نگرش سنتی حاکمیت در حوزه کشاورزی و ترویج تولید ناپایدار همچنان بزرگترین سد راه تحول در کشاورزی و تأمین امنیت غذایی مردم ایران است.